سیبانوری آوازخوان چهره دست کشور روز گذشته درگذشت. حالا سوال اینجاست، سیبانوری چرا و چگونه به قتل رسید؟ در ادامه همراهی ما کنید. حسیبا نوری آوازخوان خوش صدا و سیماک سالهای زیادی را صرف هنر موسیقی کرده است. آهنگهای زیاد عالی و یگانه دوگانه با بیان هنرجو از وی به جا مانده است. حسیبا دختر پر از شجاعت و مهربانی که همزمان با سقوط نظام جمهوریت وی کابل را به قصد پاکستان ترک گفته و در آنجا مهاجر می شود. حسیبا در ملک مسافری نیز برای علاقمندانش آهنگ عزیزم گل فرستادم برایت با همکاری خالد موزیک به نشر می سپارد. عزیزم گل فرستادم برایت، عزیزم گل فرستادم برایت، تو از گل بهتری جانم فدایت. هنرمندان زیاد خبر مرگ حسیبا نوری را تایید و برای خانواده و علاقمندان وی ابراز تسلیت کرده است. از جمله شهزاد عدید یکی از آوازخوان‌های محبوب کشور در صفحه فیسبوکش چنین نوشته است: حسیبا نوری در آخرین مصاحبه که همراه با فیاض نجمی در اسلام آباد داشت چنین میگوید: خب طبعاً خوی و یک گبه آوازی است که خاطره بسیار زیاد داره ما و هر لحظه که ما یاد ما میایم برنامه ای که داشتیم، برنامه خوب و زندگی خوبی را که داشتیم، خوشی همه چیز را داشتیم، ما بسیار پیشرفت کرده بریم. حسیبا نوری روز گذشته در خیبر پختونخوا پاکستان توسط افراد ناشناس به قتل رسید. انا لله و انا الیه راجعون. خرابم بیبی چشم پرابم بیبی چیز گناهم ظالم سینه کبابم بیبی آخر بگو گناهم چی بود بگذره در چی بود و نبود. السلام علیکم، امید که همگی دوستان و علاقمندان عزیز خوب باشن. من حسیبا نوری هستم. شنیدین دوستان که در این روزا بسیار یک قطعه حکس ما پخش شده و بسیار غوغا برپا کرده که گویا ما مردیم.
اصلا اینقدر دروغ از دوستای عزیز، ما زنده هستم شکر الحمدلله. و یک حادثه ترافیکی کرده بودم با جمع از دوستا خواهرخونده بودی که ما را عجله کم لحظه که ما بیوش شدیم، ما سرد سرم پیشیرو بودم که سرم بسار زد محکم خورده بود، از بینیه خون می آمد و از سرم بسار ضربه محکم، حتی سرم کفیدگی نیست هنوزه چون که سر خوردیم و از دماغ تندیسی داشتم و اینا سرم که بسته کردن که خواب بخته ماندن و امام ساد بهوش بودیم. از دوستایم خورخوندایم اینا حکس گرفته شده، از گرفته شدن و نمیفهمم که اینا کی پخش کردن. ما با دوستم تماس گرفتم که شما حکس مرا نشر کردین، اینا گفتن ما نکردیم نشر. و به هر صورتش ما دقیق در نفر خود فهمیدیم، باز هم ما بر دوستای کلو خواستم بانم که بسیار زود میدیا هاست که برای مادر جانم تماس گرفتن، حزونه پرسان میکنن و ما خودم نازم درست گپ زده نمیتونیستم. بسیار مجبور شدم که تماس ویدو بسازم، تماس های بسیار زیاد برای مادر جانم میامد. دیگه به هم سلامونه در پشتنخوا و پاکستان تا خلق تا سلامونه ایلی که کاما و دا خبره چې هر چا دا ویدوګان استلی دي، دا خبره ښه خبره نه دي. او تاسو خو یو معلومات باید زمون مور ساز مده فیملی سه تاسو معلومات به اخیسته چې زه ژوندی یم که مړ یم. نو زما خو ما موټر ته کار کړی و او زما ډېر خبره کوچنی و دا دومره اوږده شو. نو دا خبره د ستاسو نه زه خپله ډېره خفه یم چې تاسو دا زما ویدوګان څه لپاره جوړ کړی دي. زما نوره فیملی د افغانستان فونونه کوي چې دا ولې داسې کیسه دی. زه د پاکستان د خلکو نه ډېره خوشحاله یم او د میډیا سه یم خوشحاله یم او زما کار هم دلته چلیږي او د لیسان سه یم خوشحاله یم. نو زما ته دلته څوک نه پریشانی نه ټینشن ماته راکړی دی، نه په ما کوم حضور خبره چې دا ټوله خبره ټول ویډیوګانو چې ولیدله لکه چې کوم پښتونخوا خلک ما مړ کړي او ماته ویلي ته به سندرې نه وایې. نه داسې خلک ماته یو څوک هم نه دي ویلي تر اوسه ورې زه حضیت کړی نه یم. نو دا دوستانو ټوله خبره دروغه ده. اوس مې خبرې زه سمه نشم کولی ځکه تاسو مجبور سوالم تاسو ته یو ویډیو نشر کوم چې دا څه خبرې دي. اور بیا تاسو ایلی کوم چې تاسو دا زما همداسې غلطې مې ویډیوګانو مه جوړوئ. تاسو خو معلومات واخلئ چې څوک مړ دی څوک ژوندی دی. نو دا ټوله خبره دروغ ده. بیا هم مننه د ټول دوستانو نه چې ماته میسیجانه کړی دي. خپل دوستانه مذرت په دې غواړم چې زه خپله صفحه کې اوس هم زه بل صفحه کې زه دا شیروم ځکه چې زما موبایل هم ورک شوی و او زه خپل صفحه کې نشم شیر کولی. نو بس تاسو خوشحاله اوسئ، کوشش وکړئ چې بل پله چا باندې داسې ویدو اکه ناک ویدو جوړ نه کړئ. ډېره مننه. تاسو خوشحاله اوسئ دوستانه.